در این تمرین نظامی انواع یگان‌های سطحی و پروازی نیروی دریایی همچون ناو موشک‌انداز، هواپیماهای نظامی، پهپادهای دریاپایه، سامانه‌های جنگ الکترونیک و همچنین تفنگداران و تکاوران دریایی توان خود را به نمایش گذاشتند. یک عملیات تاخت آبخاکی بود. در این منطقه‌ای که الان مشاهده می‌فرمایید، دو سایت موشکی و راداری دشمن بود که هر از گاهی عملیات ایزایی بر علیه شناورهای ما انجام می‌دادند که خوشبختانه تیم‌های تکاور و SBS ما تونستن با یک برنامه‌ریزی خوب و منسجم با موفقیت این عملیات رو به پایان برسونه. این تمرین دریایی در منطقه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر به منظور حراست از آب‌های سرزمینی کشورمان و حفظ خطوط مواصلاتی انجام شد. تصرف شناورهای سطحی و بازپسگیری سواحل با درخشش تکاوران و انجام عملیات موفقیت آمیز پهپادهای ساخت ایران، یسیر و ابابیل از دیگر بخش‌های تمرین دریایی امنیت پایدار بود. حفظ و تقویت آمادگی رزمی و آمادگی عملیاتی همواره یکی از مهمترین مباحث نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و هست. تلفیق علم و عمل همیشه یکی از محورهای عملیاتی نیرو بوده. هر آنچه که در مراکز آموزشی به صورت نظری و تئوری آموزش داده بودیم، به طور عملی توسط کارکنان جوان و نسل جدید نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در صحنه در حال ظهور و بروز هست. تمرین دریایی امنیت پایدار در سه سطح هوایی، زمینی و دریایی برگزار شد تا علاوه بر ابلاغ پیام صلح و دوستی، اقتدار نظامی نیروهای دریایی را به تصویر بکشه و اعلام کنن راه ما روشن است. سعید بخشی‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، بندر انزلی.